همیشه همراه من. حالتون چطور؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه و زندگیاتون طبق اراده الهی پیش بره و به تمام آرزوها و هدفهاتون برسه. دوستان عزیزم، امروز اومدم به دیدنتون با رسیپی حلوا مسقطی شیرازی که دسریس بسیار بسیار خوشمزه. میریم با هم دیگه مواد لازم و طرز تهیهش رو ببینیم. مواد لازم، ما نیاز داریم به یک پیمانه و نیم شکر، یک پیمانه نشاسته، نصف پیمانه روغن مایه و نصف پیمانه گلاب و سه پیمانه آب که پیمونه من عزیزان از این لیوانهای فرانسویه که تو تمام خونه ها پیدا میشه و هر پیمونه که دیگه حالا شما ترجیح میدیم میخوان بیشتر درست کنم، خب پیموناتون رو بزرگتر میگیرید و کمتر حالا پیمونه استکان میتونید در نظر بگیرید. و اما طریقه تهیه کردن این مسقطی خوشمزه رو، ما شکرمون رو توی یک ظرف میریزیم و همچنین نشاستمون رو. و اون سه پیمونه آبمون رو، یک پیمونه و نیمش رو ما میریزیم توی شکرمون، پیمونه و نیم و یک پیمونه و نیم هم توی نشاسته. یک کوچولو از یک نصف کمتر شد، من یک کوچولو آبش اضافه کنم و اینها رو کاملا با هم دیگه مخلوط کنید، کاملا اینا حل شن. وقتی یه دست شدن اینا رو با هم مخلوط میکنیم و میذاریم توی قابلمه روی حرارت نسبتا کم و شروع میکنیم به مرتب هم زدن. اینا که یک دست شد من اونا توی قابلمه میریزم و شما خواهید. خب شکرام که کاملا حل شدن و همچنین نشاسته در آب کاملا یه دست شد، ما اونو توی گفتم که قابلمه تفلون میریزیم و روی حرارت کم شروع میکنیم به هم زدن اون و حالا پختن این نشاسته ها. همچنین آب شکرمون رو میریزیم مقداریم که حالا تهش مونده، چون تو آب سرد ما قراره اینا رو حل کنیم، یه مقدار معمولا خوب حل نمیشه، ولی اون رو حرارت که بذاریم با حرارت کم این مقدارم سریع حل میشه و دونه‌های شکر از بین میره کامل. من میرم اون رو روی اجاق گاز بذارم و در ضمن زمان بازم توی مواد اولیه یادم رفت زعفرون رو بگم که خب زعفرون هم به اندازه نیاز ما لازم داریم. من مواد رو روی شعله کم گاز گذاشتم و شروع میکنم به مرتب هم زدن. عزیزان شما میتونید شعله گاز رو زیاد کنید و خیلی سریع خودش رو بگیره، میدونید که نشاسته سریع خودش رو میگیره اما مغز پخت نمیشه و حلواتون بوی خامی میده و به همین دلیل میگم که حرارت کم باشه و مرتب شروع کنید به هم زدن اون. یکم که خودش رو گرفت من اون مرحله رو بهتون نشون میدم که باید روغن، گلاب و زعفران رو به اون اضافه کنید. تقریبا ربع ساعت این زمان میبره که پخته شه، حداقل ربع ساعت تا 20 دقیقه عزیزان این زمان میبره تا این آرد نشاسته، پودر نشاسته حسابی پخته شه. گفت بازم میگم اگر سریع اونو بخواین درست کنید با شعله زیاد، سریع بخواین حالا اونو به عمل بیارید، حلواتون بوی خامی خیلی بدی میده. الان تقریبا 7-8 دقیقه است که من مدام دارم اونو هم میزنم و یه کوچولویی داره غلیظ میشه. مرتب هم بزنید تا حلواتون خیلی شیشه‌ای و یه دست در بیاد. الان 10 دقیقه گذشته و حلوا داره سفت‌تر میشه. همینجور مدام به هم زدنتون ادامه بدید. عزیزان وقتی که به این حد از غلظت رسید الان زمانیه که ما باید
روغن، زعفرون و گلابمون رو به اون اضافه کنیم. میبینید نقش میندازه این همزنه روش. این الان زمانیه که دیگه حلوای ما آماده است که من بقیه مواد رو بهش اضافه کنم. یک کوچولو برای که سفت نشه اطمینان بیشتر، من باز دیدش رو کم میکنم تا اون مواد رو بهش اضافه کنم. اون نیم لیوان روغنم رو اضافه میکنم. یه مقدار هنش میزنم. و اون گلابرم بهش اضافه میکنم. نصف پیمونه گلابم داشتیم، اونم بهش اضافه میکنم و شروع کنم دوباره. الان یه کمی حلوا سفت شده دیگه، این همزنه جواب نمیده. من میرم یه قاشق چوبی میارم که راحت تر و مسلط بتونم اونو هم بزنم. و البته اون مقدار زعفرونی که حالا من تقریبا 3-4 قاشق زعفرون به اون اضافه کردم و اگر دیدم که رنگش اونی نیست که من دوست دارم باز هم تو بهش اضافه کنم. اول یکم چک میکنم ببینم همون رنگی که میخوام در اومده، چون این زعفرونی که من تهیه کردم خیلی خیلی عالیه و با کمترین مقداری هم که من بریزم این طعم و عطر و بوش رو میگیره و عالی میشه. من فکر می‌کنم یکم دیگه زعفرون بهش بزنم، جا داره هنوز. دیگه گازم یک کوچولو بیشتر میکنم چون کمش کرده بودم که این مواد رو بزنم. برمیگردونم به همون شعله اصلیش و الان هم تقریبا 7-8 دقیقه باید مدام اینو هم بزنید تا این گلابه و روغنه به خورد این نشاسته و خلاصه مواد بره. عزیزان توی این مرحله که دارین هم میزنید خیلی مواظب باشین، واقعا روغن خیلی ممکنه بپره رو دستتون. زیر گاز میگم کمه و مرتب دارین هم میزنید و این روغنه داره کم کم به خورد این نشاسته میره. این حلوای واقعا مجلسیه، این حلوا مسقطیه بی نظیر. عزیزان میبینید که تمام روغن کاملا داره جذب این حلوای میشه و هنوز نیاز داره به پختن تا اون لحظه که حس کنید دیگه واقعا ژله شده و کش میاد. هنوز از این بیشتر باید کش بیاد. من یکم دیگه هنوز بهش زمان میدم تا اون گلاب هایی که بهش زدم حسابی بپاشه. دوستان عزیزم حلوای ما الان آماده شده. میبینید که من همش که میزنم خودش رو جمع میکنه وسط. اگه به دیواره قابلمه دقت کنید نگاه کنید خودش رو جمع میکنه. نمیدونم مشخصه، بله نگاه کنید خودش رو جمع میکنه. این حلوای من آماده است. و لازم به ذکر از زایدلم این که شما میتونید توی این مرحله هر نوع مغزی رو به این اضافه کنید. حالا مغزیجات از قبیل حالا پسته، مغز پسته، خلال بادوم یا گردو. گردو رو نمیخواد تفت بدین ولی خلال بادومتون رو یه تفت ضعیف بدین بدون روغن، به اصطلاح بو بدین اونا بعد به این اضافه کنید. یا مغز پسته هاتون رو اونا هم یه تفت حالا به اندازه که میگم بو بدین بعد تو این مرحله به این حلوا اضافه کنید. این دیگه حلوای من آماده است. من اونو خاموش میکنم و دیزاین شده اونو شما خواهید دید. ببینید چقدر کش میاد. این مرحله یعنی حلوای شما کاملا آماده است. حلوامون تو که هنوز داغه از زمان قالبمو یکم چرب کردم، یک مقدار از این حلوامو توی این قالب میریزم و یه مقدارشو میخوام حالا یه مدل دیگه تزیین کنم و میذارم که حسابی پخشش میکنم همه جای این قالب.
کاملا یه اندازه، لطفا دقت کنید که کاملا یک اندازه. مقدار دیگه لازم دارم بریزم. و تقریبا یک دو ساعت نیاز داره که این حلوا کاملا سرد شه و ما بتونیم اونا رو برش بدیم، حالا به هر شکلی که شما خودتون دوست دارید. من سعی میکنم اینا رو به شکل لوزی حالا برش بدم. خب میریم یکی دو ساعت اینو میذارم تو هوای آزاد بیرون تا حسابی خنک شه. مسقطی که با هم دیگه طرز تهیهش رو دیدیم و با هم درست کردیم. دوستان عزیزم، اگر از چنل یوتیوب من دیدن میکنید و از آموزش هایی که میبینید راضی هستین، لطفا اونو با بقیه دوستاتونم به اشتراک بذارید و با لایک و سابسکرایب من رو حمایت کنید. و اگر کامنتی دارین حتما برام بذارید، انتقاد، پیشنهاد یا غذای خاصی مد نظرتون هست حتما برام کامنت کنید، من با تمام وجودم آموزش اون غذا رو براتون خواهم گذاشت. مثل این حلوا مسقطی که چند تا از عزیزان از من خواسته بودن و من اطاعت امر کردم. تا آموزش دیگه، یک روز دیگه به دیدنتون بیام، به دستان پرقدرت خداوند میسپارم. بدون شد و پیروز باشید. خدا نگهدار.